بسم الله بسم الله بسم الله بسم, بسم الله بسم... سلام هموطنان عزیز امید که جور سلام و خوب و خوش بوده باشین شما بیننده چینل جدید تماشا 24 در یوتیوب هستین و من اسم شهزاد پویا امید دارم تا پایان این ویدیو با ما امراه باشین در این ویدیو صحبت میکنیم روی شعارهایی که در سخنرانی امروز آقای امرالله سالی از طرف بعض مردم داده شد مردباد و زندباد برای امرالله سالی در سخنرانی امروز هفته شهید و همچنان چند اشتباهی که آقای سالی در گفتگو با تلویزیون طلو انجام داد روی از صحبت میکنیم امیدوارم تا پایان امراهی من بکنین و اگر دوست دارین که از ما حمایت بکنین کافی است روی تکمه سابسکرایب کلک بکنین و ادامه ویدیو را بیننده باشین در باره هجده سنبوله یا هفته شهید، اگر یادتان باشه ما چند روز قبل برنامه داشتیم در مورد بعض مسایل که هر سال تکرار میشه، صحبت کردیم که اگر دوست داشتین میتونین در اخیر از این ویدیو، ما او رو براتان پیشنهاد میتون میتونین ببینین امروز آقای ساله قبل از اینکه سخنرانی خود را آغاز بکنه با این گونه یک برخورد رو برو شد، شما این ویدیو رو ببینین بسم الله بسم الله بسم الله بسم, بسم الله بسم... خب آقای صالح یک جواب بسیار زیاد خوب داره برای از اینها او را براتون میمانم اما قبل از او باید برتون بگویم که یا کی ها هستن اینا اونمو لندغرا او باشا و پاشا بلندای هستن که هرگز نمیخواین توفنگ خشونت زورگویی از افغانستان از بین بره از کوچکترین کوچکترین فرصت استفاده میکنن تا ای که تفنگ به دست بگیرن بالای مردم زور بگوین مردم آزار بتن مردم آزاری بکنن اینی از مکمل پلان از و سالها روزها ماهها از نام احمد شای مسعود استفاده کردن مردم آزار دادن فیرای هوایی کردن و اینی اشخاص هستند که به آقای امرالله صالح فعلا مردبات میگن مردبات امرای صالح چرا تو میگن یکی خو همه از اینا را سال گذشته آقای صالح بسیار زیاد یک جزای مزدار داده بود اگر یادتان باشه و امسال قبل از اینکه هفته شهید فرا برسه آقای صالح کاملا واضح برای همگی گفت که اگر در هفته شهید باز چون این گپ تکرار شوه و فیره هوایی شوه و بالاخره مردم آزاری خیابان آزاری یا کس را به قتل برسند یا خون ریختانده شوه برخورد جدی قانونی هم رایتان میشه و در اون صورت حق گله و شکایت ندارین و قصه پارسال سرشتان تکرار خواهد شد به او دلیل بعضی از امو اشرار و چی بگم به اصطلاح عام لوچکا آمدن در این مجلس و شعارهای مردبات امرلا ساله سر میتن و از یک طرف بسیار جای خوشی از دوستان عزیز در هیچ کشورهای همسایه ما و شما آزادی بیان به این اندازه نیست که یک کس بره پیش معاون اول ریاست جمهوری و دم روش بگه مرده یا مرده تو این بسیار جای خوشحالی است و یک از صفحات های بزرگ کشور ما و شما با دیگر کشورها همی است و اینال بریم که آقای سالی چی یک جواب دندان شکن برزی اشرار داره ایره ببینیم ویدیو را؟ ما خواهش میکنم که از زندباد و مرداباد به خاطر که ما با محتوای از این مجلس بریم جلوگیری کنین یا که دو تا برادر صدا کردن که مردباد امرو الله صالح پار یک اش نفر آمده بود که را بکشم نشد دیگه شما چرا به اونای هم صدا میشین؟ <applause> خب ما از استقامت، جرات و استادگی آقای صالح بعض وقتها یاد کردیم و از این خو خواستش خوشم میه با که من طرفدار هیچ سیاست مدار نیستم و نمی‌توانم تا بگویم که آقای سالب بهترین سیاست مدار ماست چون ما بهترین سیاست مدار نداریم متاسفانه و سیاست پشترو نداره بخاطر ازی که ما بهتر همه گیره بفهمانم یک چیز براتون قصه بکنم میگن خانم ملا نصرالدین از ملا پرسان کرد که ملا صاحب می سیاست چی است ملا سعی کرد که ما چی بگوییم خب بالاخره مت یک جواب سازد داد برش داد گفت خانم عزیز پیش از که ما تعریسی کنیم بر چی گفته بودم گفته اینا گفته بودی که برات خانم می خرم که تو را خوش نگاه میکنم که عروسی می کنیم که عروسی خو کلا دیگه زیور می خرم برات خب این می خرم که او می خرم، که تو را چکر می برم، که هزار وعده گفت بعد از عروسی چی کدم؟ هیچ کدام میشه <applause> دقیقا سیاست همی است گفتن و عمل نکردن و آقای سالی هم ای کار بارها کرده و هنوزم میکنه هزار گپ گفته و هنوز یک شم عملی نشده بران سیاست همی است. کل سیاست مدار همی رقم هست. اما در افغانستان بیخی گندش برامده دیگه به حد رساندن که بیخی آدم دیگه اعتماد, اعتماد به ویژه پریده اشتباهات آقای سالی در گفتگو با تلویزیون طلو که من مطمئن هستم همتون دیدین و هیچ رو مس نکرده حتما تماشا کردین من نمیتونم زیاد از ویدیوهایش استفاده بکنم که یکی دو تا ویدیو فعلا استفاده کردم که باز کاپی رایت نبه سر ما در مورد او صحبت میکنیم خداوند منجمت نیست شاید این جمله را از آقای ساله در گفتگوی ویژه با تلویزیون تلوک که داشت ایره شما شنیده باشین ما اگر گاه وقتا از آقای ساله یاد کردیم یا در گفتیم یا نوشتیم ای دلیلش ای بوده که امو فهم و درک و سواد بالایی که آقای ساله داره دلیلش او بوده چون ما به این باور هستم و هنوز هم به این باور هستم که آقای ساله گذشته از دیگه مسائل یک سر از لحاظ فهم و درک بلند از دیگه سیاستمدارا خیلی جایگاه ویژه داره و یک سر بلندتر است اما این به این معنا نیست که آقای صالح اشتباه نمیکنه و اگر هم آقای صالح اشتباه میکنه ما در مقابل اشتباهاتش سکوت اختیار کنیم و به خاطر ازی که ولا خودت یک, 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 برتری نسبت به دیگر سیاست مدارات داری یا یک شجاعت در وجود دیده میشه یا مو استادگی و استقامت که در مقابل دشمنان داری به ویژه نظام پاکستان که همیشه دخالت کرده در امور کشور ما یک یک چهره زد پاکستان چهره زد طالبانی است به این دلیل مردم زیاد دوستش داره و شاید اما ای که نسبت به دیگر سیاست یک کم برتری میتم آقای صالح را به نظر شخصی است دلیلش همی است ولی این به این معنی نیست که آقای صالح اشتباه نمی کنه یا هم اگر اشتباه کنه ما به این خاطر از او چشم پوشی بکنیم وقت مصاحبه آقای صالح را با تول نیوز از آغاز تا پایان نگاه کردم با وجود داشتن یک اعتماد به نفس کاذب بعض وقتا چیزهای از زبانش بیرون میشد که من مطمئن هستم خودش هم نمیفهمید که چی گفته مثل اینکه خداوند منجمد نیست یا آقای غنی منجمد نیست یا من نمیخوایم منجمد باشم یا همچنان آقای دکتر عبدالله عظمت خداوند آنقدر بلند و آنقدر بزرگ است که در باور ما نمی گنجد. و ما مسلمان هستیم و ایره باید قبول بکنیم خداوند ما را آفریده ما خداوند را نیافریدیم که قضاوت بکنیم که خداوند منجمد هست یا نیست و آقای سالی اگر خودت به این باور هستی که ما مسلمان هستیم و عظمت خداوند بلندتر از فهم و درک ماست ما فکر میکنم که اینجا یک اشتباه بسیار بزرگ کردین که خداوند منجمد است یا نیست و اگر واقعا مسلمان هستین چطور میتونین با این ادبیات خداوند را خلاصه بسازین یا است که با چنین ادبیات در مقابل عرش خداوند یا بزرگی خداوند استفاده بکنین که گویا خداوند منجمد هست یا نیست آقای ساله اگر شما باور به این دارین و که خداوند بزرگ است و عظمتش قابل باور نیست چطور میتونین به این سبکی به اتنایی و حد ناشناسی با خداوند برخورد کنین؟ دومین اشتباه شما آقای سالی ای بود که نظام استحکام نظام فعلی را با پایه های لرزانش با استحکام عرش خداوند مقایسه کردین یا برابر کردین که من فکر می کنم منحیس یک آدم با سواد که همه بر شما احترام داره نباید شما هم مثل دیگران در پشت قرآن پد شوین یا به خاطر ازی که حرف خود را بو قبلانین بالای دیگران تا زیر تاثیر قرار بگیرند همیشه با کلمات زد و نقیس برین پشت دین و پشت قرآن پد شوین که من فکر میکنم یک از اشتباهات دیگه شما بود من قبول دارم که در نظامی که شما حاکم هستین اونجا وظیفه دارین به حیث معاون اول رئیس جمهور باید از حکومتداری خود از این نظام دفاع بکنین از سیستم دفاع بکنین به هر قیمت که شده دفاع بکنین اما نه با این سبکی و اینقدر افراد که اعتماد بعضی انسانها از شما بپره احتمالا خیلی دوستا متوجه از این مسائل نمیشن اما هستن بعض انسان که نکتبین هستند ذره ذره حرف شما را تعقیب میکنن و میدانند که شما چی گفتین اشتباه بعدی شما آقای سالی ای بود که کارنامه دستگاه فعلی را که برای همه واضح و آشکار است که چی میگذرد ای دولت و در کارنامه شما چیست این مقایسه کردین با کارنامه همام حسین همام حسین به خاطر خدا تأمین عدالت حریم افت مسلمانان قیام کرد و تا سر از جدا نشد دست بر نداشت و کوشش کرد که کارنامهش برای همه معلوم است پس شما چطور میتونین یک یک نظام که تمام سیستمش بر هم ریخته فساد، بد اخلاقی، به هم ریختگی، ناکارگی، سوء استفاده همه چیزش در هم و بر هم است ایره مقایسه کنین با کارنامه حمام حسین ما ای همه را میفهم که مقصر این همه شما نیستین آقای صالح بخاطر که فعلا وضعیت در افغانستان به شکل شده با باور ما که ساختن ادارات یا ساختن نظام یا ساختن سیستم به شکل شده که مثل ازی که ارزن در زمین پاش بودی و او را دانه دانه بچینی مشکل است اما گاه وقتا خوب است که در گفتگوهای خود از گذافگوی ها جلوگیری بکنین تا مو احترام و شخصیت خودتان زیر سوال نرم و احترامی که مردم برای شما داره امو از امو پشیمان نشه و ایره هم همه هموطنان ما میفهمن که شما وقت روی قدرت آمدین که آفت و بلاها از هر طرف بارید با ویژه کرونا در این قسم وضعیت نمیشه که انسان کار بکنه اما شما در مورد تامین عدالت و به ویژه جرایم جنایی صحبت کردیم این جوان یک عمر درس خوان تحصیل کرد زحمت کشید البته یک مثالش است که شب گذشته دزدان در ساحه اوزه هجده کابل به قتل رساندن او هم به خاطر یک چیز بسیار ناچیز و ازش رفتن و تا هم حسابش معلوم نیست به همین شکل گراف جرایم جنایی در افغانستان اصلا تغییر نکرده و روز به روز بدتر شده است. اما شما برعکس به جای اینکه حداقل اقل یک وعده دروغین بتین باز هم و سیاست بازی بکنین کاملا دو پایه د یک موزه میکنین و میگن که کاملا عدالت تامین است و گراف دزدی چپاول قتل قتال و بویه جرایم جنایی در ولایت به کابل پایین آمده در حالی که بعد از ساعت هشت شب هیچ کس از خانهش در کابل برآمده نمیتونه و اگر برای احتمالی که خانه نبیه بسیار بالاست ما امیدوار هستم آقای سالی که بعد از این وقتی آمدین صحبت کردین ما منیس یک کسی که حداقل یکم احترام بیشتر نسبت به دیگر سیاستمدارا به شما قائل هستم خواهش من است که بیاین بعد از این شعارهای مفت و فریب دادن مردم دست بکشیم بیاین که در عمل یک کار بسیار زیاد مهم برای کشور بکنیم و یک تغییر بسیار زیاد بزرگ ایجاد بکنیم بعد از این این همه حرفا و بازی با کلمات و فریب دادن برای مردم عادی شده دیگه فریب نمیخورن و فقط با این کلمات اما قدر میکنین اما اعتبار ایسیتی که پیش مردم دارین ایر روز به روز خشدار میسازین و امیدوار هستم که از دست بکشین و من هنوز هم باورمند به با ای هستم که اگر هیچ کس نکنه آقای ساله شما برای کشور یک کار خواهد کردین تشکر دوستان عزیز که این ویدیو رو شما تماشا کردین نظریات خود را در بخش کامنت بنویسین و ممنون که بیننده این برنامه بودین اگر دوست دارین ویدیوهای بعدی ما رو هم دریافت بکنین کافی است چینل ما رو سابسکرایب کرده و این ویدیو را همچنان لایک بکنین وقتتان بخیر خدا نگهدار